شرایط روز وفق میدن و صداشون در نمیاد، خم به ابروشون نمیارن، ککشون هم نمیگزه. اگر ما میخواییم قبول بکنیم که بی غیرت شدیم، اگر ما میخواییم قبول کنیم که دیگه نه اون ایرانی که داریم دم میزنیم اینقدر غیور بوده، اینقدر شجاع بوده و دارای اون فرهنگ و تمدن و غنی ایران شهری هست، میخواییم قبول کنیم که اونا نیستیم، پس این همه ادعا نباید داشته باشیم. ورود نیروهای هشت و شعبی، ورود نیروهای فاطمیون افغان که از هزاره ها و کسانی که جد در جد دشمن ایران و ایرانی هستند و از خداشونه که اجازه بدن تیغ بکشن و گلوی تمام ایرانی ها رو بدون درنگ خواهند درید، بی دلیل نیست. و این اتفاقات تماما دلیلش سکوت من و تو ایرانیه، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران. امروز اگر مردم بلند شن، امروز اگر مردم بلند شن، ارتش شرایط خاص خودشو داره، نیروی انتظامی شرایط خاص خودشو داره، بسیج شرایط خاص خودشو داره، سپاه شرایط خاص خودشو داره، نیروهایی که از اینها کنده شدن مترصد بلند شدن مردم جنب لب رسیده هستن که ببینن اینها اومدن کف خیابون و پای خواستشون ایستادن و برنگشتن برن تو خونه هاشون. اتفاقی که در ونزوئلا افتاد، 48 ساعت تو خیابون موندن، جمعیت میلیونی تحمل کرد تو خیابون موندن و برنگشت بره تو خیابون و کارو تمام کرد. اتفاقی که در سودان رخ داد، اتفاقی که در الجزایر رخ داد، تمام اینها موج خودجوش مردمیه که جامعه جهانی رو با هر شرایط تفکر استعماری و استثماری که طراحی کرده باشه برای اینکه در گردن یک ملت یوغ بردگی و بندگی بندازه رو زانوشو میشکنه، کمرشو خم میکنه، سر تعظیم فرود میاره به خواست قلبی مردمی که پای آرمانشون ایستادن و از تو خیابونا برنگشتن برن تو خونه. اون زمان هستش که اون نیروی کنده شده از سپاه، اون نیروی کنده شده از بسیج، اون نیروی کنده شده از یگان ویژه نیروی انتظامی، اون نیروی ارتشی که امروز مترصد اومدن تو خیابون هست، میبینه مردمش بر نگشتن و اون مردم از اون نیروی ارتشی و نظامی هم دفاع میکنه. قطعا ارتش و نیروی نظامی هم مسلح بدون اصله هر چیزی که باشه میاد جلوی مردمش وامیسته، سینه‌شو ستاب میکنه تا هیچ گزندی به مردم از سوی همین نیروهای هشت و شبی، همین نیروی فاطمیون و نیروهای سرکوبی که تا آخرین لحظه مزدور جمهوری اسلامی هستن برای مردم پیش نیارن و اتفاق براشون رخ نده. مقصر ما خودمون هستیم. یاد بگیریم تقصیر خودمون رو قبول بکنیم، جایی که قصور میکنیم، جایی که کوتاهی میکنیم و قبول بکنیم. فردا من ایرانی، تو ایرانی، مطمئن باشید تنها چیزی که لیاقتشو داریم توفیه که نسل‌های آینده یا به صورتمون بندازن یا بیان سر قبرمون بندازن. شایستگی ما همون توفیه که نسل‌های آینده خواسته باشن نثارمون بکنن، که شاید همون هم بگن شما ارزش توف ما رو ندارین که اینقدر بی غیرت بودید، اینقدر بی شرافت بودین که پای ایران و پای آزادی ایران و آینده ایران نایستادید. بفرمایید جناب قاسمی. جناب مهربانی. جناب مهربانی بله. بله بله. خب بسیار دردناک هستش، بسیار دردناک، اگه به اینجا برسه خیلی دردناک هستش. به راستی و درستی ما میبایست کاری انجام بدیم، میبایست ملت بزرگ ایران این نسل کاری رو انجام بده که ما به عنوان ننگ تاریخ از ما یاد برده نشه. این موضوع بسیار حائز اهمیته. همونگونه که ما تاریخ رو میخونیم و یک سری مسائل رو در تاریخ میبینیم، مثلا برای مثال راه دورم نمیدونم قاجارها رو که میبینیم از خیلی هاشون به عنوان ننگ تاریخ یاد میکنیم،
بنابراین امیدوار هستم که ما نسلی نباشیم که از ما چنین یاد بشه. چند تا نکته بسیار های اهمیت که میشه اضافه کرد به تمام صحبت های مهم دوستان این هستش که ببینید نیروهای حشدالشعبی، این تروریست های آدمخوار میان در ایران با کاب، الان فیلمشون نشون دادش جناب کمالپور، وانت و کامیون و این صحبت ها، مثلا توی این وانت ها چه میدونم آذوقه است، لباس، نمیدونم چی است، کمک خوردنیه، حالا بمان ایشالله که گربه است. بعد میان اون سیستم مخوف پروپاگاندا نیست، میاد این رو به گونه ای نشون میده که آی اینا اومدن به ما کمک کنن، اینها ببین برای ما هدیه هم آوردن. خب آخه نامردمان، پس فطرتان، نادانان، شما خودتون دارین هزینه حشدالشعبی رو از جیب مردم ایران میدید. خب اونا چی برای ما کالا آوردن؟ به جای اینکه این پولها رو خرج حشدالشعبی و فاطمیون و زینبیون و نمیدونم کوفت و مرض بکنی، به درد مردم برسی. ببینید چجوری برای شما دروغ پردازی میکنن، چجوری برای شما یک دروغی رو میان جا میندازن، مثبت جا میندازن. حشدالشعبی اومده کمک کنه، اینها ایرانی هن. حالا چهار تاشون هم پارسی صحبت میکنن، این تمدن نمیدونم ایرانی است. عزیزان وارد این فریب نمیشید. امروز مرزها مشخصه، امروز شرایط سیاسی هر کشور مشخصه، امروز استقلال های کشورها بر مبنای اون خط مرزی که دارن مشخص هستش. اگر ما بخوایم به گونه ای دیگر ایرانیان جدا شده رو به خودمون برگردونیم، با جنگ و توپ و تفنگ و قلوری و بکش و نمیدونم غارت کن انجام نخواهد شد. با یک برنامه فرهنگی منظم، با صلح، با قدرت، ما میبایست نخست کشورمون از دست اشغالگران در بیاریم. جمهوری اشغالگر اسلامی کل ساختار تازیش اشغال کرده مملکت ما را، سال 57 مشخص هستش، با کمک کشورهای استعمارگر غربی، با کمک اون سیستم اولترالیبرالیستی که براتون بارها و بارها توضیح دادن. خب این کشوری که اشغال شده، الان ما شدیم اشغال در اشغال برای تجزیه ایران. ما الان نیازی نیستش که بخوایم دنبال نمیدونم مسائل دیگه باشیم، مثل اون عباسی یا اون یکی رائفی پور، هر جا که نیاز باشه غارت بکنن، جنایت بکنن، بکشن، اسم امپراتوری هخامنشی رو میارن، شاهنشاهی هخامنشی رو میارن، از اون طرف اجازه نمیدن مردم برن سر آرامگاه کوروش بزرگ. ببینید این تضادها و این دروغ ها رو وقتی شما میبینید متوجه اون پروژه شیعه آریایی میشید. دقت فرمودید. بنابراین تمام اینها یه ایلوزیونی هست، یک توهمی هست که میخوان برای ملت به وجود بیارن که بتونن اون آخرین مأموریتشون که تجزیه ایران باشه انجام بده. حالا الان سپاه در لیست تروریستی جهانی قرار گرفته. خب شاهرگ‌های حیاتیش بسته میشه، من تو برنامه خودم توضیح دادم، یادآوری سریع روش بگذرم. کسانی که در سپاه هستن همونجور که جناب قاسمی گفت، اون جاویدنامانی که برای نگهداری پاسداری خاکمون خون دادن، خانواده هاشون یا کسایی که بعدن به این امید مغزشون رو شستن، دروغ بهشون گفتن که این سپاه میخواد ایران رو نمیدونم ال کنه و بل کنه، که همش دروغ هستش، دروغ مغز هستش، که تو همین برنامه چند تایشون نشونتون دادن دوستان. امروز که این سپاه تروریست شناخته شده که به راستی و درستی تروریست هم هستن، ترور به وجود میارن، اون بدنه سپاه، اونایی که در سپاه هستن که به راستی و درستی ایران دوست هستن، میبایست سپاه رو خالی بکنن،
میبایست لباسهاشون رو در بیارن، این لباسهای سبز لجنی رو، بیان به ارتش بپیوندن. و ارتش از نظر حقوقی جهانی امروز میتونه دخالت کنه که این گروه تروریستی رو از کشور برانه، نابودش بکنه، و ارتش میبایست این کار رو انجام بده. بنابراین اگر ارتش اقدامی بکنه، مشخصا مردم جان به لب هم کف خیابون ها خواهند بود، یا اینکه اگر مردم قیام بکنند، ارتش میبایست، وظیفه ملیش هستش که بیاد و این اقدام نظامی رو انجام بده و مملکت از دست اشغالگران برهانه. این اشغالگران فقط هشلال چعبی و فاطمیون و زینبیون نیستن، سپاه پاسداران، اون ساختار مافیایی که وجود داره، جمهوری اشغالگران اسلامی، تمام دولت مردانش، اینها همه تروریست ها هستن، اینها همه اشغالگران مملکت هستن. بنابراین ارتش میبایست این کار بکنه. مشخصا هر کدوم از این دو قطب، ملت یا ارتش، بیان و حرکت رو انجام بدن، اون یکی میاد و پشتوانش قرار میگیره. مسئله بعدی که بعد اینجا عنوان کرد همین هشدالچه که با تانک و دوشگاه و نمیدونم این تمام ابزارالات جنگی اومدن، اگر اینا اومدن با این چیزا امداد رسانی بکنن، با پول خود ما که میخوان به ما ملت بفروشن، حتما اون چیه، اون گلبیابونی آدم خوره، ابو اسرائیل هم حتما مادر ترزاست دیگه. جناب مهربان اجازه بده این ویدیو رو پخش کنم با تانک. ملاحظه فرمودید همیهنان؟ بنابراین اینها نیومدن که بخوان کمک بکنن. دو تا نکته وجود داره. خود هشت‌الشعبی میاد توییت میزنه، جناب مهدی میرقادری اینو باز کرده، ویدیوهاش هم پخش کردم، میتونن بریم ببینیم، میتونین روی اکانت توییتر رسمی هشت‌الشعبی هم که برین، نمیدونم من اگر لینکشو بفرستم میتونه نشون بده جناب کمالپور یا خیر، تلاش میکنم. نوشته که نیروهای هشت‌الشعبی وارد ایران شدن که جلوی این سیلاب ها رو بگیرن که به سمت عراق نیان. بنابراین پس کمکی اصلا اینجا وجود نداره. این موضوع رو خوب دقت کنید. توییت رسمی خود اکانت رسمی هشت‌الشعبیه. از اون طرف کاشف به عمل اومده که رئیس جمهور عراق اصلا گفته این نیروهای هشت‌الشعبی باید برن از عراق. بیرونشون کرده به گونه‌ای. ببینید تناقض‌گویی ها و مسائلی که داره به وجود میاره جمهوری اشغالگر اسلامی و این سپاه جنایتکار و تروریست چگونه دارن کشور ما رو از نظر خاکی و تمدنی فرو میپاشن. بنابراین عزیزان اگر نمیخواید که اتفاقی که در سوریه و عراق افتاد که این آدمخواران تازی بیان بالا سرتون سر زن بچه‌تون رو ببرن، تو قفس آتیش بزنن مردمو، بیدار شید. این یک واقعیتیه. بی تفاوت نباشید. اینها که در سطح فضای مجازی هستن، تیکه های این ویدیوها رو قطع کنید، در بیارید، پخش کنید، به گوش مردم برسونید. بیاموزین به مردم که چجوری خودشون رو سازماندهی کنن. من از سال 2017 اون ویدیویی که راهکار سازماندهی محلی هست دوباره روی برگه جنبش گذاشتم. برید بردارید این رو پخش کنید، به مردم بگید، آگاه کنید جامعه رو. وگرنه میان این آدمخوارها سر تک تک ایرانی ها رو میبرن. اصلا پلان این هست، پروژهشون این هست.
گفتم تکرار میکنم آخرین ماموریت جمهوری اشغالگر اسلامی تجزیه ایران هست. ارتش میبایست غیرت کنه، میبایست خودشو منسجم کنه، کودتا بکنه. ارتش اصلا باید کودتا بکنه. از نظر حقوقی بین المللی هم میتونه این کارو بکنه، چون همه اینا تروریست هستن و جهان اینا رو تروریست شناخته. و مشخصا اگر ارتش هم تکون بخوره مردم میان حمایت میکنن. این همبستگی که بین ارتش و ملت وجود داره از این میبایست بهترین مقدر بود. بدنه سپاهیان که به راستی و درستی رفتن اونجا خدمت بکنن، ذهن خودشون که مثلا برای مملکتشون دارن خدمت میکنن، یه نونی هم برای زن بچهشون در بیارن. آقا اگر شما به راستی و درستی تروریست نیستی ترک کن سپاه رو. ساختار سپاه یک ساختار ترور و مافیایی و وحشت هست. جمع مهربانی ببخشید چون حجم برنامه داره خیلی میره بالا، یه مقدار خلاصه کنید سپاسگزار میشم که قطع نشه برنامه. سپاسگزار. خواهش میکنم. اگر خودت رو در اون قالب، در اون قالب ترور و مافیایی نمیدونی ترک کن، بذار ریزش پیدا کنه، نافرمانی کنی. فرمانده ها، افسران پادگان ها، حالا ممکن ببینید سران این نیروی نظامی، حالا چه سپاه، حتی در ارتش هم اون سران عالی رتبش با سیستم هستن، اما افسران هستن که پادگان ها رو کنترل میکنن. نافرمانی کنید، نبگید به فرمان این جنایتکاران. حالا اگر ادامه صحبت وقت شد میتونیم یه چند تا راهکارم بگیم. گویانه رها بفهم. سپاسگزارم. بفرمایید جناب قاسم. صدای من دارین؟ بله بله. بله. خب من یه چند تا نکته رو بگم راجع به صحبت شما جناب کمالپور، که شما مردم الجزایر، سودان، تونس و جاهای دیگر رو مثال زدید. خیلی خیلی روشن مسئله. در سودان، تونس، الجزایر، ونزوئلا و کشورهای دیگه یه چیزی وجود داره، یه نیروی وجود داره به اسم اپوزیسیون. و اینا نه اصلاح طلب توشونه، نه سوسولگرا توشونه، نه تجزیه طلب توشونه، نه فدرالیست ها توشونه، نه سکولار دموکرات توشونه، نه فسیل های 57 مثل مال ما توشونه، نه آدم های خائنی مثل محسن سازگارا که خودش این طبق ادعای خودش و طبق اسناد خودش این سپاه کثیف تروریستی جمهوری اسلامی رو پایه‌گذاری کرده و امثال اینها، اینها رو ندارن. مردم تونس، مردم سودان و الجزایر و جای مختلف دنیا مردمی بودن که یک چیز میخواستن، سرنگونی اون رژیم حاکم، حالا هر رژیمی میخواست باشه. و بدبختی و گرفتاری ما از یکی دو جا نیست، گفتم مردم ایران از همه زاویه باختن، در خارج از کشور و داخل ایران. اپوزیسیون دستساز این مافیاها درست کردن، چون نقطه ضعف سیستم شاهنشاهی ایران که به سرنگونی ایران ختم شد، اینا از همون نقطه ضعف وارد شدن، بنابراین اون نقطه ضعف رو بستن با بدلسازی، با اپوزیسیون سازی، با دروغ سازی. همیشه که جناب مهربانی گفت، شما همین داستان هشت شبی که ورودش به ایران رو برید در خبرگزاری‌ها و در این سایت‌های مختلف برید نگاه کنید، نیروهای هشت شبی وارد ایران شدن برای کمک به مردم سیل زده، با توپ و تانک و زرهی و دوشکا و فلان این داستان ها. اما مطلبی که اینجا الان حائز اهمیت اینه، ببینید دوستان، تمام این توییت ها، این ماشین هایی که این گروه های تروریستی که فعلا این قسمتش اومده، در آینده اون حوثی های یمن خواهد اومد، گروه های دیگه و در آینده یه مقداری نزدیکتر خود حزب الله لبنان هم تشریف خواهد آورد در خاک کشور ما، این تجهیزات، این امکانات، اینا تمام پول ملت ایرانه. و اینجا اونجاییه که ارتش اگر وارد عمل بشه میتونه بخشی از اموال ایران که تاراج شده بود رو اینجوری به قول معروف باز پس بگیره. آمریکا اومده سپاه رو دیروز، پریروز، هفته پیش در لیست تروریستی گذاشته. سپاه پاسداران بنیانگذارش چه کسانی بودن؟ مگه محسن رفیق دوست نبوده؟ مگه همت یا همت چمران و امثال اینها نبودن؟ مگه همونا نبودن که رفتن در کردستان و در گنبد و در سیستان و بلوچستان زمان انقلاب ملت رو به رگبار بستن؟ خب از اول اینا تروریست بودن، همین تروریست ها جمع شدن سپاه رو درست کردن. فاصله افت، اتفاقا
40 سال دنیای غرب، مخصوصا الان دولت جدید آمریکا، 40 سال دیر این کار را انجام داد. ولی برگردیم بیم سراغ اون قسمتی هم که شما گفتی سفیر جمهوری اسلامی گفته اینا ویزا گرفتن وارد ایران شدن. خیلی جالبه، برید ویزا بگیرید میخواید برید داخل ایران با تانک، با توپ و تانک و تفنگ. این با اون توییت های داعشی جام که اپرام ویدیو رو میتونید بدون صدا بذارید اگه هست بذارید روی تصویر. خب ماشین ها رو نگاه کنید، اینا گروه امدادی نیستش که، اینا تحت پوشش امدادی دارن میان جایگزین، دارن میان در داخل ایران به قول معروف ریشه میکنن، کینه میکنن. ما یه جمهوری انگلشان آخوندی رو داشتیم 40 سال وقتی که فردا جاپاشون محکم بشه توی شهرها یادتونه در اهوازی که الان این نیروها وارد میشن ارتش چند تا پادگان داره مثل تیپ 92 زرهی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم. خب این مردم خوزستان مردم اهواز باید برن در این پادگان بشینن، باید برن توی این پادگان، باید برن به ارتش بگن آقا کجایی، برو ما پشت سرتیم. خب ارتش میخواد بیا، ارتشی که فرماندهش سپاهیه، معاون فرماندهش سپاهیه، معاون معاونش سپاهیه، تجهیزات صفر. خب ارتش با چی؟ با 4 تا سرباز، با 4 تا دوشگاه، با 4 تا جسته مال زمان شاهنشاه آریامهر یوزی و همسال اینها. ولی ارتش اگر مردم برن ازش بخوان، خب قطعا ارتش هم حرکت میکنه، قطعا ارتش هم بیدار میشه، تکون به خودش میخوره در تهران، در شهرهای مختلف، خونه های مسکونی که زمان شاهنشاه ساخته شد برای ارتش، این مردم امروز باید برن توی این شهرک ها تجمع کنن. یعنی باید برن ارتش رو، دست ارتش رو بگیرن بیارنش وسط. خب هیچ کدوم این اتفاقا نمیفته. چرا؟ چون مردم رو به شدت گرفتار کردن و نسلی هم که جمهوری اسلامی پرورش داد، نسل معتادین. بفرمایید جناب مهربانی صحبت داشتین؟ آره یه چیز اتفاق مهمی همین الان افتاده در بی بی سی، این نجاح علی محمد هستش، این عراقیه که در من و تو هم زیاد میره. بله علی مشعلی حمادی، علی محمد مشعل، نجاح علی محمد با این مشعلی حمادم چیزه، برگشته گفته ما عراقی‌ها حاضریم جان خود را فدا کنیم و اجازه ندهیم رضا پهلوی برگرده. شما داستانو داشته باش عزیزم، به حدختی ما ایرانی‌هاست. خبر همین الان اومد بیرون جناب حامد، اگر هستی این خبر رو بذار در همین کامنت ها بفرمایید. خب جناب مهربانی این خیلی طبیعیه، وقتی شهرام همایون و امثال اینها میان میگن هر کی گفت جاوید شاه مزدور جمهوری اسلامیه، بعد تلویزیونش میشه منبر سپاه پاسداران و لوله آفتابه جمهوری اسلامی در واشنگتن، هوشنگ امیر احمدی میاد اینجوری از سپاه تعریف میکنه، وقتی این یکی تلویزیون لندنی و اون یکی تلویزیون پارس و همسال این لجنهای لجن پراکن میشن لانه همسال محسن سازگارها و مدام از سپاه و از سپاه و از سپاه تعریف میکنن، خب چه انتظاری دارید؟ اگر یه کسی اومد پرچم شیر خورشید رو گرفت و گفت جاوید شاه میشه مزدور، اما اگر امیر احمدی میاد از سپاه دفاع میکنه، حمید موسوی نژاد یا شاهین نژاد میاد از سپاه دفاع میکنه و از سپاه تعریف میکنه، میگه سپاه باید این کار رو انجام بده، خب قطعا اونا از نظر اونا وطن پرست و ما ها مزدوریم. کسی که میاد میگه آقا تنها راه نجات ایران بازگشت به هویت خودش که همون پادشاهی ایرانه، خب از نگاه دشمن ایران میشه مزدور. منتها اینجا یه اتفاقی میفته، ما یه ملتی داریم در خارج از کشور که این ملت ما هم حالش خوب نیست،
حالش خوب نیست واقعا. شما نگاه میکنه هر مزخرفی رو که هر کی داره میگه در خیلی از موارد همین دوستانی که الان اینجا دارن لایو ما رو میبینن یا پای برنامه هستن، همین دوستان دارن نادانسته شیر میکنن. برید رو صفحه، فقط کافیه یک عکسی یا یک ویدیویی یک قسمتش عکس شاهزاده باشه، دیگه بقیهش رو نگاه نمیکنن، عکس رو نگاه نمیکنن که مثلا اگر تصویری درست کرده پایینش چپگیر انداخته گردن مثلا پادشاه و اینو پخش میکنن. یعنی ما آدم هایی هستیم میبینیم ولی نمیفهمیم. صحبت‌های خامنه‌ای رو شنیدند ولی نفهمیدند. صحبت‌های خمینی رو شنیدند، گفت ما اومدیم غنایم گرفتیم، ولی نفهمیدند، نفهمیدیم. و بدبختی ما اینه. شما در کشورهای خارجی نگاه می‌کنی، هر کجا اول میان فکر می‌کنن، برنامه‌ریزی می‌کنن، بعد یک کاری رو انجام میدن. ما ملت ایران برعکسیم، اول کارا رو انجام میدیم بعد میشینیم فکر میکنیم، میگم خب حالا این دفعه خاتمی اشتباه بود، حالا دفعه دیگه هم احمدی نژاد هم اشتباه بود، دفعه دیگه حالا روحانی هم اشتباه بود. آقا هر کدوم این کسافت ها 8 سال ایرانو نابود کردن و دوباره همین کلا رو سر ما میذارن. چه کسی آقا از عام جامعه انتظار نداشته باشید، این خاص جامعه است، این افراد روش انفکر یا اساتید دانشگاه یا کسافتی مثل صادق زیبا کرده و پروژه‌ای که جمهوری اسلامی، اینا تو پرانتز بگم، پروژه‌ای که جمهوری اسلامی داره رقم میزنه توسط امثال زیبا کلام‌ها از داخل و یک مش احمق اولاق در خارج از کشور که بیان گفتگوی بین اپوزیسیون و جمهوری اسلامی رو به قول معروف به ملت نشون بدن و شما در همه گفتگوها میبینید برنده اصلی این گفتگو از دید یک آدم عادی صادق زیبا کلامه و اساتید ما یا سیاسیون ما یا کسایی که خیلی حالیشونه بقول جناب کمالپور فقط بارشون کتابه، ادعاشون تا خداست، وقتی پاسخی نداره برای امثال زیبا کلام بده و بزنه تو دهن زیبا کلام، شما چه توقعی دارید از این مردم؟ بفرمایید جناب کمالپور. سپاس از شما جناب مهربانی. الان نمیتونم لینک رو باز کنم چون قسمت دیگر رو باز نکردم که بتونم برم توی لینک. من یه توضیح بدم جناب مهربانی، اگر روی اسکایپ هستید خودتون میتونید شیر اسکرین کنید، این میاد روی صفحه. دقیقا. پس شما دوربین تو ببین که من تمام صفحه بشم، نمیدونم چجوری میتونم شیر اسکرین کنم. آره شما منم نمیتونم، چون من با موبایل هستم، شروع بختانه من با موبایل هستم. خب مهم نیست، لینکش رو توی کامنت ها میذارم، لینک توییت رو در کامنت ها میذارم. سپاسگزارم از شما. خدمت رو عرض کنم که همینان عزیز، سپا کاملا مشخصه داره چی کار میکنه برای بار هزارم. عکسایی که داریم نشون میدیم به خاطر اینه که شما بدونید برای تمام حفظ تمامیت ارضی کشور، برای نجات ایران، یک سری جوون، یک سری پدر، یک سری برادر، یک سری خواهر، یک سری مادر جونشون رو گذاشتن، یک سری ها جنازه هاشون پیدا نشد، یک سری ها در خاک همین برادر عراق امروز جونشون رو از دست دادن و دفن شدن، در گورهای دست جمعی همین برادران عراقی فرزندان ایران رو چال کردن. اتفاقی که ما فکر میکنیم داره رقم میخوره، اتفاقیه که واقعا یک فاجعه بزرگ برای ایرانه، برای ما ایرانی هاست، برای سپاه، برای آخون، برای خامنه ای، برای نمیدونم قاتل سلیمانی، برای جعفری، اصلا مهم نیست. انقدر اینها بها دادن و پرروشون کردن که یکی مثل همین علی محمد جنا میاد یه همچه حرفی میزنه که تمام عراقی ها حاضرن جونشون رو بدن تا شاهزاده رضا پهلوی بر نگرده. چرا نباید بگن؟ مگه کم 31 سال هزینه شون جمهوری اسلامی از جیب من و شما همه ایرانی ها برداخت کرده؟ امروز کسی میتونه جرأت داره بره توی لبنان، بره توی فلسطین، بره توی سوریه، بره توی یمن بر علیه جمهوری اسلامی حرف بزن، همونجا تیکه و پارش میکنن. و چرا نکنن؟ مگه کم ماهی 7000 دلار پول دادن به یک خانواده کشته شده در لبنان؟
مگه کمه به یک خانواده کشته شده در لبنان یک خونه براش بسازن، مدرسه بسازن، بیمارستان های با تکنولوژی روز و استانداردهای روز جهان بسازن؟ مگه کمه؟ چرا بعدشون بیاد؟ کسانی که در اروپا زندگی میکنن، در آمریکا زندگی میکنن، امتحان کنید برید با یک عرب لبنانی، با یک عرب نمیدونم یمنی، عراقی، سوری، کسانی که موافق با دولت‌های مرکزیشون هستن برید صحبت کنید، بگید ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم، ببینید چه برخوردی با شما میکنن. برید با مسلمان‌های شیعه سومالیایی صحبت کنید که طعم و مزه پول ایرانی توسط جمهوری اسلامی رفته زیر دندون و زبونشون. اینها کم نیست، اینها فاجعه‌ای بوده در طول 40 سال که امروز تازه سر بزرگش از این لحاف زده بیرون. امروز اگر ایرانی سکوت بکنه فردا هشت و شعبی تو تهرانه، چون اینا در قلب تهران پایتخت ایران مرکز دارن و مراکزی دارن برای اقامت، برای آموزش، برای عملیات، برای سرکوب، برای نابودی ایران. در کلیه مراکز استانها دارن، امروز تا ریشه ننداختن و این نیروها 500 نفر 1000 نفر 2000 نفر است، میشه جمعش کرد؟ امروز باید جمعش کرد. این همون داستانی که میگن امروز به فردا نندازید، این همون بحثی که امروز اگر ما نتونیم جلو اینها بیستیم و اینها را از کشورمون بیرون نکنیم فردا قطعاً کارمون خیلی سخت تره. پس فردا کارمون به مراتب سخت تر خواهد شد. فردای روز خواهید دید این نیروهای هشت شعبی در تهران با بلندگو دعوت میکنن برای جهاد نکاح، از پولهای ایرانی میگیرن، از پول و منابع مالی ایران میگیرن برای جهاد نکاح در خود تهران در مراکز استانها هزینه خواهند کرد. به چه قیمت دیگه باید سکوت بکنیم آخه ما؟ به امید کی؟ به امید کدوم معجزه؟ به امید کدوم نیروی خارجی؟ به امید کدوم ارتشی که خواسته باشه بیاد به جای ما مردم ایران جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه، بزنه سپاه رو نابود کنه، متلاشی بکنه؟ به امید کدوم معجزه و کدوم نیروی خارجی؟ تمام این نیروهای خارجی که میبینید دندون تیز کردن برای گرفتن منافع خودشون. کسی دلش برای سردرد من و تو ایرانی نسوخته، کسی دلش برای از دست دادن و جان باختن عزیزان ما، بچه های ما جلو چشممون دلشون نسوخته، کسی اصلا براش اهمیتی نداره امروز در سیل آقلا و مازندران و لرستان و خوزستان و سیستان و خراسان و اینا 10,000 نفر کشته شدن یا 10,000,000 نفر، براشون اصلا اهمیتی نداره. اونا به فکر منافع خودشونن، به فکر این هستن به قدری فشار رو وارد بکنن تا بتونن پوان از جمهوری اسلامی بگیرن و جمهوری اسلامی برای این کار اونجا نشسته، نه برای حفظ منافع ایران و من و شما ایرانی. تا کی میخواییم در مقابل هر نوع زوری، در مقابل هر نوع ستمی سکوت بکنیم و فریب یه مشت آدمایی رو بخوریم که به یه ارزن شرف نداشتهشون رو میفروشن، به یه ارزن غیرت نداشتهشون رو میفروشن و حاضرن بابت معامله، بابت پست و مقام، بابت پول هر کاری رو برخلاف منافع ایرانی انجام بدن، هر کاری رو برخلاف منافع مردم ایران انجام بدن، هر کاری که باشه رویگردون نخواهند بود، چه تجزیه ایران باشه، چه هر اتفاق زشت و ناپسندی که باشه براشون اهمیتی نداره. تا کی ما میخواییم سکوت کنیم؟ تا کجا ما میخواییم این قطار بیغیرتی رو سوار شیم و جلو بریم؟ تا کجا؟ یک جایی باید اینو به اتمام برسونیم، یک جایی ما باید اینجا استاپ بدیم جلو این همه خیانت، جلو این همه ظلم و ستم، جلو این همه ویرانی و نابودی ایران. ایران با سیلی که به صورت دستاز را انداختن تا 40-50 سال از آبادانی و منابع آبهای زیرزمینی محروم شد. اینو باید درک کنیم، بفهمیم.
ایران تا 40-50 سال تمام منابع آبهاش به خاطر عدم مدیریت یا داشتن برنامه های ضد ایرانی توسط جمهوری اسلامی از بین رفته. شما نگاه کنید ببینید در همین سیل، سیلی که اتفاق افتاده، کمک های مردمی رو چطوری برمیدارن میریزن بیرون تا به دست مردم نرسه. سپاهی که ادعا میکنه اومده برای کمک مردم، سپاهی که ادعا میکنه داره به مردم خدمت میکنه، ببینید آب آشامیدنی و دوغی که کمک کردن به مناطق سیل زده رو چجوری میریزن بیرون. نجایین من الهواز الحمیدیه ولاحظنا سيارة من حرف الثوري السفا نزلت هنا ودبت لها أشياء ومشيت وجايين احنا نحقق نشوف بابا شين دبت دبت لبه يلا زين زين فارمين خاطر يوصلها للناس ولكن هم يضخرونهن بالأنابير وضمونهن ويتعدى تاريخهن ويتعدى صلاحيتهن ويدبونهن وما يوصلون البيد الناس. لاحظوا. والسلام عليكم ورحمة الله. خب این ویدیو رو دیدید، این از سپاه. ویدیوهایی هم شما دیدید که مردم در حال غذا پختن هستن برای ارسال در لرستان، برای ارسال به فلدختر. نیروی انتظامی و سپاه با هم دیگه دست به یکی کردن، ریختن تو خونه، اون خونه واده رو دارن کتک میزنن که چرا شما دارید برای سیل زده ها غذا آماده میکنید بفرستید؟ چقدر غذا و مجموعات انفرادی و لوازم و وسایل زندگی روزمره عادی پیش دستی که خیلی هم ناچیزه توسط سپاه به غارت رفته یا امها شده از بین رفته و به دست آسیب دیده ها نرسیده یا در بازار آزاد میبرن میفروشن. چقدر سپاه کی رفت به کرمانشاه و سرپل زواب کمک کنه سر زلزله؟ کی رفت به مردم بم کمک کنه؟ کی رفت به مردم رودبار و منجیل کمک کنه؟ جمهوری اسلامی بعد از سال 60 بعد از اتمام جنگ چی کار کرد در خوزستان؟ دسمولی که بالاترین تعداد شهدا رو داشته، بالاترین تعداد حملات هوایی رو داشته، بالاترین تعداد موشکباران و بمباران رو داشته رو آیا به بازسازی نهایی رسون که برسه به سال 57؟ کدوم کار خوبی رو به قول آقای مهربانی سپاه یا جمهوری اسلامی انجام داده که امروز ما بگیم برای خوزستان، لرستان و استانهای دیگه که سیل را افتاده میان یک کاری میکنن؟ عزیزانی که در شیراز در دروازه قرآن بودن و سیل اومد خانواده هاشون رو برد و عزیزانشون رو جلو چشمشون از دست دادن، برید پیگیری کنید ببینید کدومشون تونستن یک قرون فعلا بیمه بگیرن. تازه کسانی که بیمه شخص ثالث هم داشتن و بیمه ملزم و موظف بوده که پول پرداخت بکنه در قبال یک به یکشون، چه برسه به این که خواسته بشن بیان الان توی خوزستان و توی لرستان و فردا در سیستان و بلوچستان قتل عام رخ میده. تمام اینا به خاطر بی‌غیرتی و سکوت ماست، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران. یک مشت بیخرد روشن فکر نمای اپوزیسیون نما هم در خارج از ایران نشستن، چه آمدانه چه غیر آمدانه، چه خواسته چه ناخواسته، آب میریزن تو آسیاب جمهوری اسلامی به جایی که بیان به این موارد بپردازن، به فکر سلفی گرفتن با این کسه با اون کسه با اون ناکس هستن که فردا بزنن تو پروفایلاشون بگن آره ما رفتیم فلانجا با فلان کسک عکس گرفتیم، حالا فردا باید فلان میز قدرت و ثروت هم به ما بدهید چون ما فلان روز رفتیم اونجا یک کلمه صحبت کردیم.
ما تا کی میخواییم اینقدر بیخردانه و ساده اندیشانه پای صحبت کسانی بشینیم که اندازه یک سر سوزن دغدغه ایران رو ندارن، دغدغه آزادی ایران رو ندارن، دغدغه شون یا حفظ جمهوری اسلامیه یا به دست آوردن یک کرسی در کنار سفره جدید انقلاب بعدی خواهد بود، پیدا کردن یک میز کرسی از قدرت در فضای آزادی ایران خواهد بود. تا کی میخواییم پای صحبت این افراد بشینیم و یک مش خزعبلاتی رو بشنویم که فسیل ها و مغز گندیده های میان هنوز کماکان حرفا رو میشنون از ماها اما نمیفهمن، فقط عین توتی میان برگور میکنن لب 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 میان جلو و نمیدونن آخر عاقبتش چی کار میخوان بکنن، چی میخواد بشه. امروز ارتش، امروز مردم، امروز بدنه جدا شده از سپاه، امروز بدنه جدا شده از نیروی انتظامی و یگانه ویژه‌اش، امروز بدنه جدا شده از بسیج وظیفه ملی میهنی دارن برای حفظ کیان ایران، برای حفظ مام میهن، برای حفظ تمامیت ارضی کشور، برای حفظ مردم بلنشن و پاسخ دندون شکن اول به سپاه کثافت بدن و نیروهای هشت و شعبی رو از ایران بیرون کنن و همزمان سپاه رو متلاشی کنن و ایران رو نجات بدن. جمهوری اسلامی با نداشتن سپاه نابوده. بفرمایید جناب مهربانی. سپاس گذارم. عزیزان، جناب کمالپور اگر میشه اون بخشی رو باز کنید که تصویر میهمان بزرگ باشه، من میتونم شیر اسکرین کنم و ویدیوی این نجاح و نمیدونم چیشی رو هم عنوان کنم. ویدیوش انگار قدیمه اما خیلی جا داره عنوان بشه. ضمن این که عزیزان این مسائل، این خروش، خروشیست ورجاوند و در خروش ورجاوند انسان به هر روی میبایست یک سری صحبت ها رو انجام بده. خب اگه تصویر من بزرگ هستش من را شیر اسکرین کردم. بله بله بفهم. بسیار خب ببینید عزیزان، امیدوارم ببینید، اگر ریز بود من لینک اینم میگذارم، لینک این توییتو بالاتر گذاشتم، دوباره لینکش رو میگذارم، همین الان کپی کنم این لینک رو که بتونم براتون بگذارم. من عربی نمیتونم بخونم اما در توییتر بخش ترادیشنشو یعنی بخش ترجمهشو که میزنید فرانسوی باز میشه، مشخصه این اکانت رسمی هشت الشعبیه. خب نوشته که هشت الشعبی با وسایل آنجن میلیتر، من اینجا رو دارم آبی میکنم، آنجن میلیتر یعنی ابزارالات جنگی وارد ایران شده. سور لا بان فرونتیر افن دو شانژه لو تراجکتوار، اینجا رو نگاه کنید، افن دو شانژه لو تراجکتوار دو ایناندسیون، برای اینکه مسیر سیلاب هایی که داره میاد به سمت عراق رو تغییر بده. این بنابراین با کمک در واقع فوکس ایرانیان، یعنی با کمک سپاه ایران، اینجا ارتش رو نام نبرده، فوکس ایرانیان یعنی نیروی نظامی ایران، منظورش همون سپاه هستش. بنابراین این توییتیه که خود هشت الشعبی در توییتر رسمی خودش عنوان کرده. اینم توییتر رسمی خود هشت الشعبی هست برای کسایی که میخوان خودشون مستقیم برن ببینن. خب من این لینکش رو اینجا میذارم که عزیزان در کامنت بتونن این لینک رو پیدا کنن. حالا اینجا رو گوش بدید عزیزان، من اینو من اینجا اجازه بدید من صدای اینجا رو باید ببندم، صدای خودم رو صدای کلیه جناب اجازه بدید من ببینم این صدا رو چی کار میتونم بکنم. یه لحظه اجازه به من بدید، پوزش میخوام جناب کمال پایش من. بسیار خوبه.
اجازه بدین. من این صدا رو اینجا ببندم. دوستان پوزش میخوام، این رو باید نشون بدم اینجا، خیلی مهمه. من این صدا رو ببندم. بسیار خوب، برگردم اینجا. اینا اگه عزیزان میخوام ببینم، من لینک این رو همین الان کپی میکنم که بعدا هر کی خواست میذارم در کامنت ها. بریم ببینیم. ببینیم این نجاخان چی نشد. این اکو میشه؟ بله بله، صدا کاملا اکو. صدا اکو میشه؟ بله بله. اجازه بدید من ببینم این اکوی صدا رو میتونم از کجا بگیرم. یه لحظه من اجازه بدید. خب این الان نباید اکو بشه معمولا. خب این اصلا کامپیوتر من ریخت به هم. من لینکشو میگذارم اینجا عزیزان، لینک این این اجازه بدین یک بار دیگه امتحان کنم. شما زحمت بکشید لینکشو بفرستید توی چیز، توی تلگرام برای جناب قاسمی، که جناب شهرو زحمت بکشن اینو دانلود کنن بفرستن تو تلگرام، من پخشش کنم. بسیار خوب. تا شما صحبت کنید دوستان این زحمت رو بکشن، من پخشش کردم. نه من ببینید، شاید فقط الان صداشو بتونم پخش کنم. یه لحظه اجازه بدید من اینو صدا رو بکشم. اکویه خب شروع وقتانه نمیشه. زحمت بکشید بفرستید تو تلگرام خودم، جان مهربانی، چون جناب قاسمی هم الان تصویر هستن. شما تا صحبتتون رو بکنید من کار انجام میدم. جناب قاسمی بفرمایید. عرض کنم که جناب مهربانی درونشون هم بسته است، مطلبی نمیمونه جناب کمالپور. من فکر نمی کنم دیگه چیزی جدیدی باشه یا چیزی باشه که دوستان ندونن در موردش صحبت نکنم. ولی حالا یه قولی به شما میدم، همین صحبت های همین یارو نجار کیه یا هر که صحبتی هست، وقتی توی بی بی سی میاد صحبت، توی من و تو میاد صحبت میکنه، باور میکنید همین دوستانی که همین الان دارن برنامه رو میبینن، خیلی هاشون این ویدیوها اینا رو پخش میکنن. خیلی اینا رو همین خارج از کشوری ها این امکان رو بهشون دادن که حالا بیان همچین اراجیفی هم در آفت الله بی بی سی بگن. اینجا اونجاییه که یک جای ملت باید تکلیفشون روشن کنه. کسی که میاد الان در همین شرایط خودش رو اپوزیسیون نامگذاری میکنه و با واژه ها و کلمات و داستان ها و قصه های مثل دموکراسی و سکولاریسم و نمیدونم فلان و کوفت و زهرمار و فدرال و فلان و اینا اصرار روی این واژه ها داره و حاضر نیست همراه مردمی بشه که در خیزش دیما اومدن بیرون و فریاد زدن، اینجا باید این خط قرمز رو دوستان باید روشن کنیم ما. یا یک کسی اون ور خطه یا این ور خطه، وسط نداریم. چرا در آینده ایران، حالا در هر کشوری، وقتی یک دولتی باشه، احزاب مختلفی باشن، خب این داستان ها هست. اما ایران امروز در اشغال کامله و ما هم الان در میدان جنگیم. میدان جنگ هم دموکراسی و فلان و فلان اینا یعنی کوفت، یعنی زهرمار، یعنی نابودی کشور ایران. اینو میگم خطاب به اون کسایی که فکر میکنن مثلا افرادی که در برنامه گذشته ما اسنادش هم گذاشتیم، مثل همین اپوزیسیون دستساز جمهوری اسلامی، از نسرین ستودهش و نرگس محمدیش بگیر تا بقیهشون در خارج از کشور تو این رادیو تلویزیونا بزنید بیرون، فکر میکنید اینا اومدن برای ملت ایران کاری بکنن و برید پشت سرشون سینه بزنید و گندشون کنید؟ اینا تهش میشه همین، تهش میشه توجیه اعمال جمهوری انگلشان آخوندی، تهش میشه که آقا نیروهای هشت و شعبی یا هشت و پشمی یا هشت و خشمی هر کوفتی اومدن برای بازسازی ایران،
اومدن برای کمک به ایران. جالبه 40 ساله ایران داره منافع ملی مردم رو، نیروی انسانی مردم رو هزینه میکنه که دیگران رو بسازه. حالا این گریگوری های دربداغون تروریست ها ادعا میکنن ما اومدیم کمک کنیم به ایران. مگه جهاد سازندگی مرده؟ مگه 40 ساله حقوق نگرفتن اینها؟ مگه همین بسیج کوفتی علی خامنه ای که همین مردم ایرانن متاسفانه؟ مگه اینا حقوق بس برای چی میگیرن؟ همین کسایی که در سپاه پاسداران خدمت کردن که حالا نمیدونستن سپاه داره چی کار میکنه، شما حقوق برای شما بچه هاتون رو با چه پولی بزرگ کردید؟ شما به این کشور مدیونید، بدهکارید به این مردم. ارتش درسته 40 سال به ستم شد، ولی این ستم بود که خود ارتش باعث شد، حالا کاری ندارم به قبل 50 ارتش، ولی الان وقتشه که یه کاری انجام بدم، وقتشه بیان جلو. من جناب کمالپور بارها با خود شما و دوستان دیگه صحبت کردم در این مورد، ولی باور کنید فکر میکنم گفتنش خنددار باشه، ولی من فکر میکنم وقتشه یه کوچ برعکس ایرانی داشته باشیم. من فکر میکنم ایرانیان خارج از کشور باید برن به داده هموطنان داخلشون برسن، ولی نگاه میکنم میبینم الان این ویرانی ها توی ایران شده، همین خارج از کشوری همون دست تو جیبشون نمیکنن کمک کنن به ملت. در میبینید خودتون چرا؟ حالا هستن دوستانی هم که هموطنانی که دارن کمک میکنن، ولی 14 میلیون ایرانی خارج از کشوره، 7 میلیون 8 میلیون مال 10 سال پیش بود، ولی شما نمیبینی چیزی، نمیبینی یک مرکزی درست بشه، کمک جمع بشه، این کمک ها ارسال بشه، هیچی از این چیزا نمیبینی. که میخواهند رضا پهلوی دوباره میارن سر کار مثل پدرش و پدر بزرگش حشد شعبی و اهل بصره، به خصوص من از اهل بصره هستم ها، حاضرن همشون جونشون فدا ایران میشن، نه فقط مثلا کمک مالی و کمک نمیدونم برای سیاست دگانی. این پیامه شما میبینید یه سری بنیادهای دستساز همین مافیاها درست کردن، مثل بنیاد نوروز، بنیاد ایمان، بنیاد کوف، بنیاد زهرمار، که وقتی میری پشت این بنیادها رو نگاه میکنی میبینی هر کدوم این بنیادها یه چند تا انچوشک هم در این رسانه ها دارن، مثل علی جوانمردی و امثال اینها یا تلویزیون پاک. جناب قاسمی یه بار دوربینتون رو ببندید لطفا، دوباره باز کنید. نمیدونم جناب کمالپور، من از مشکل هستم، همین ماره یارو نجار رو نشون بده فکر کنم درست بشه. اوکی خب، که میخواهند رضا پهلوی دوباره میارن سر کار مثل پدرش و پدر بزرگش، حشد شعبی و اهل بصره، خصوصا من از اهل بصره هستم ها، حاضرن همشون جونشون فدای ایران میشن، نه فقط مثلا کمک مالی و کمک نمیدونم برای سرزدگانی. این پیامه، اگر فردا شما اسکایپ از پایین کامپیوتر دیوار بیار بالا دوباره برنامه که میخواهند رضا پهلوی دوباره میارن سر کار مثل پدرش و پدر بزرگش، حشد شعبی و اهل بصره، بالخصوص من از اهل بصره هستم ها، حاضرن همشون جونشون فدای ایران میشن، نه فقط مثلا کمک مالی و کمک نمیدونم برای سرزدگانی. این پیامه، اگر فردا به ایران حمله شد یا تعرض شد، عراقی ها حاضرن جونشون فدای ایران میشن. آقای کلاش شما چی فکر میکنید؟ اولا این رو پاسخ بدم که رضا شاه سرباز شریف ایران بود، با تکیه بر خودش به شرفش و به ایرانی ها تونست به قدرت برسه. بیگانگان نقشی در به قدرت رسیدن رضا شاه نداشتند، به شاه فقید هم همینطور مستقل بود، پدرش و پدر بزرگش آوار در امریکایی ها رو که بحث رو متمرکز نگه داریم، نمیخواهیم وارد یک بحثی تو. خب جان قاسم شاه هستین؟ بذار جان مهربانی توضیح بده. بفرمایید. بفرمایید. خواهش من سپاسگزارم. ببینید هم میهنان، این همون شخصی جناح نمیدونم چی محمد علی که خیلی مدعی هست مثلا ایران دوست هست. خیلی اگر شما ایران دوست هستید میبایست به مردم ایران، به ملت بزرگ ایران هم احترام بگذارید. خب ملت بزرگ ایران چه فریادی میزنن؟
مگه نگفتن رضا شاه روحت شاه؟ مگه نگفتن رضا پهلوی؟ مگه نگفتن ای شاه ایران برگرد به ایران؟ مگر نگفتن بگو برگرد شاه؟ مگر شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد نمیزنن ملت ایران؟ خب آقای جناح محمد علی نمیدونم گوشگو، اصلا شما کی هستی که ملت بزرگ ایران رو تهدید میکنی؟ چه کسی به شما اجازه داده که ملت بزرگ ایران رو تهدید بکنی؟ شما از کجا دستور میگیری که میای میشینی در بی بی سی میگی اگر ملت ایران بخوان رضا پهلوی رو بیارن ما عراقی ها هشت الشعبی ها خون میدیم؟ شما کی هستی؟ ببینید همیهنان، اونهایی که میان میخوان به شما تلقین بکنن هشت الشعبی ها ایران دوست هستن و ایرانی هستن، الان متوجه شدی؟ جان کمان رو پس از صحبت های من دوباره 10 ثانیه نخستش رو نشون بده. متوجه شدین که چه اتفاقی داره میفته؟ این ویدیو قدیمیه، این برنامه تقریبا مال 2-3 ماه پیشه، ولی الان متوجه میشیم که 2-3 ماه پیش این شخص چی میگو؟ میگن هشت شعبیه رفتن جنگ ایران و عراق با در مقابل صدام باستانه، اینا میهندوست هستن. نخه، اونا در مقابل صدام میخواستن قدرت رو بگیرن، صدام بهشون اجازه نداد، فرار کردن اومدن سمت ایران. دقیقاً مجاهدین هم همین کاری کردن. مجاهدین هم گروهی بودن که نتونستن قدرت رو بگیرن، پاشن رفتن عراق در مقابل در کنار صدام بر ضد ایران جنگیدن. این دقیقاً همون داستانه، به خاطر میهن دوست، به خاطر ایران دوستیشون نیست. اینها همه دروغ هست که دارن به خورد جامعه میدن، همون سیستم پروپاگاند. یک بار دیگه صحبت های این محمد جنا علی گوشکوب رو گوش کنید که چگونه ملت بزرگ ایران رو تهدید میکنه. اجازه بدید اسمش دارن بهش میبنده که این ایران دوسته. بفرمایید جناب. که میخواهند رضا پهلوی دوباره میارن سر کار مثل پدرش و پدر بزرگش، حشد الشعبی و اهل بصره، بالخصوص من از اهل بصره هستم ها، حاضرن همشون جونشون فدا 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 فدای ایران میشن، نه فقط مثلا کمک مالی و کمک نمیدونم برای سیل زدگان. این پیامه، اگر فردا به ایران حمله شد یا تعرض شد، عراقی ها حاضرن جونشون فدای ایران میشن. آقای کلاش شما چی فکر میکنید؟ عربی ها برای خودشون جرأت ندارن تکون بکنن، بعد حاضرن بیان فدای ایران بشن؟ بالاخره پول ایران داره میره دیگه، پول ایران جانم به ایرانی داره هزینه میشه بابت این که اینها جونشون رو بفروشن. اما قطعا اینو دقیقا، بله، اینا قطعا میدونن. من یه پیامی هم گذاشتم که خوابی که امروز اینها برای ایران دیدن قطعا توی ایران به وحشتناکترین و دهشتناکترین کابوسی براشون تبدیل میشه که تو عمرشون ندیدن. و حتی ایرانیا اجازه نمیدن که نعش کثیف اینا تو خاک ایران بمونه، جنازه و نعش کثیفشون هم میفرسته از ایران بیرون. بفرمایید الان درست شد جناب قاسمی. دکتر بگید پیش از که جناب قاسمی پوزه شما، ببینید عزیزان همیهنان، این دقیقاً همون دعوای بین بنی امیه و بنی عباسه، اصلا به ما ایرانی ها ارتباط نداره. این شخصی که هی دارن میقبولونن عراقی ها ایران دوست هستن، هشت الشعبی ها ایران دوست هستن، این محمد علی نژاد گوشکوب ایران دوست هستش، ببینید چگونه مردم ایران رو تهدید کردش. فریب این بازی ها رو نخورید. بفرمید جانب. سپاس از شما جان مهربانی. بفرمید جان قاسم. تمام این بدبختی ها و گرفتاری ها ملت ایران از اونجای شروع میشه که سال 57، قبل از سال 57 ایران داشت به یه جایی میرسید که تمام این مافیاها، ببینید تمام این بدبختی و گرفتاری ها، شما فکر نکنید مثلا دست کشور عراق یا مردماشون منظورم ها، نه، بزنید مستند طلای سیاه رو نگاه کنید، بزنید مستند نفت رو ببینید اینا رو، برید سخنان شاهنشاه، گفتگوهای شاهنشاه آریامر در قبل از 57 با این رسانه‌های خارجی رو برید بشنوید، برید گوش کنید. 57 ها نفهمیدن، امروز ولی وقتی میره میشنوید تازه متوجه میشی که ایران چقدر دشمن داره. و تمام تلاش این کثافت ها، و گفتم
وقتی شهرام همایون به عنوان اپوزیسیون، به عنوان یک کسی که پرچم شیر خورشید فلان فلان، وقتی میاد برنامه میسازه و میگه هر کی گفت جاوید چا مزدور جمهوری اسلامیه، شما تو تای داستانو برید که آقا تمام تلاش اینه یک آمپور بی‌حسی به این ملت باید زده بشه، چه داخل چه خارج زدن این و در خارج از کشور. اون کسی که خمینی رو در پدیده نوین در عالم تشیع میدید امروز شده سکولار، فکر کنید، و حاضرم نیست که کنار بکشه بذاره این ملت راهشون رو پیدا کنن. هر روز داستان جدید، سناریوی جدید، این ورترش بیاید نسل بعدیش، چهارشنبه های سفید، پنجشنبه های مغز پسته‌ای، دوشنبه های نمیدونم سیاه‌سفید، جمعه های صورتی، آزادی های حالا یواشکی و امثال اینها، اینا، یا مثلا مثل کاری که نسرین ستودی داره میکنه و امثال این شابورتی بازی ها و شارلاتان بازی ها. یک گفتگو هست با شاهنشاه آریامهر که اون خبرنگار نمیدونم کی بود، مال کشور خارجی، برگشت به پادشاه گفت شما در کشور دموکراسی رعایت نمیشه. پادشاه عصبانی شد گفت اینایی که شما میگی به درد خودت میخوره، در کشور من قانون اجرا میشه و اگر همون قانون اجرا بشه امروز، اون قسمتاشو بذارید کنار، اون اسلامیاشو، اونا رو بذارید کنار، اگر اون میشه تمامیت ارضی ایران، میشه منافع ملی ایران، میشه حقوق شهروندی مردم ایران و میشه اون سربلندی که سال 57 داشتیم بهش میرسیدیم نذاشتن. و تمام گرفتاری اینها دوستان در این 40 سال این بوده. الماس جانم جان کار بفرمایید که این الماس گنجی که ملت ایران دارن، برای اینکه برسن ادامه بدن اون مسیر رو و کشور رو نجات بدن، یک گزینه دیگه نیست، اونم پادشاه ایران رضا شاه دوم شاهزاده رضا پهلوی، بازگشت به هویت واقعی ایرانیه. اینا در این 40 سال تمام تلاششون رو کردن که ایشون به اون جایگاهی که باید برسه و مردم اون توجهی رو که باید بدن ندن، سرد کنن، دل سرد کنن. دیدید فتوشاپ و عکس‌ها رو دیدید، یا لومپنای مثل همین صادراتیایی که فرستادن، تمام نوک حمله این اپوزیسیون، مثلا اپوزیسیون، اینا اپوزیسیون خاندان پهلوی هن، اپوزیسیون شخص پادشاه هن. اقدس پشت کوهی کسافت میاد تو برنامه شهرام شارلاتان میگه من گفتم رضا جون، اونم گفت هر جوری دوست داری با من صحبت کن. و منم در یک جلسه خصوصی، ببینید میخوام به شما بگم، اینجوری نابودمون کردن. پادشاهمون میشه رضا جون، شهبانمون میشه فرح، پادشاهمون شاهنشاه آریامهرمون میشه محمد رضا شاه. اینجوری با ما بازی کردن. و اگر شما اومدی در داخل اینا فریاد زدی، نوشتی جاوید شاه، از طرف بلنگوی مثل شهرام شارلاتان مزدور خطابت میکنن، چون دقیقا زدی اونجایی که باید بزنی. سال 57 خمینی و دار دستش و همین فسیلای 57ی با مرگ بر شاه بخت ایران رو قفل کردن و تنها چیزی که میتونه اینو بازش کنه همون جاوید شاه. مثلا نه جاوید شاهی که من یه نفر بگم یا ده نفر دیگه بگم، جاوید شاهی که ملت ایران بگم، مثل همون کاری که در قیام دی ماه انجام دادم. هستید انجام بدید. الان دارید میبینید بچه های داخل ایرانو با ندارم، با کمترین امکان، با زغال میره رو در دیوار مینویسه جاوید شاه. وقت کثافتای شارلاتان مثل شهرام همایون میان به ملت میگن بیاید پول به ما بدید، ما شکممون گنده تر میشه. دیدید دوستانی که میتونید دستتون میرسه، $1، $10، $100، $1000 بفرستید داخل ایران برای بچه های مبارز داخل ایران. جناب کمالپور میدونه ما با چند تا از این دوستان مرتب، خب بچه های خودمونن، تمام گرفتاریشون نداشتن پول. اون کسی که پول داره که اصلا براش مهم نیست، یا تو دبی یا تو امارات یا تو ابوظبی یا تو آمریکاست تو کانادا داره اشغالش میکنه. اون کسی یکم کمتر داره که داخل ایران داره میچاپه و میخوره و گودبای پارتی و فلان و فلان میگیره. کی داره مبارزه میکنه؟ حاشیه نشین ها، مردم اصلی ایران. اونا هم دستشون خالیه. خرید یک اسپری 15000 تومان 20000 تومانی رو نداره توانشو. نداره بره کپی کاغذای پرینت کنه بیارن در دیوار بچسبونه. کی باید کمکش کنه؟ شما خارج نشینا.
شما هم که این خیالتون نیست، یه سریاتون هم که میدید لاشخورهایی مثل شهرام همایون و امثال اینها که اسنادشو گذاشتیم اومدن و اینا رو دارن از جیب شما در میارن. یه تکون بخورین ببینیم کدوم بر داستانی. هر چقدر میتونید کمک کنید به مبارزان داخل ایران، به بچهای داخل ایران، اگر خودتون میشناسید خودتون، اگر نمیشناسید با اون گروهایی که بهشون اعتماد دارید برید برسونید به دست بچهای ایران، بذارید یه کاری انجام بدن. و الا دیگه من فکر میکنم دیگه خیلی دیر میشه. من جواب کمال پور چون برنامه خیلی طولانی، بله خیلی طولانی شد، من میترسم یه دفعه قطع شه. سپاسگزارم از شما همینطور از جناب مهربانی که بدون هماهنگی زحمت کشیدن اومدن روی خط. من آخرین جمله رو بگم، تنها راه نجات ایران سونامی مردمیه. روز اول نوروز در آغاز سیلا گفتم فقط با سونامی مردمی میشه جلوی این بحران ها رو گرفت، به صورت میدان میلیونی در پایتخت. دوستانی که زحمت بیشن هشتگ سازی میکنن، هشتگ تذکر پایتخت رو ترندش بکنن، بذارید مردم هوشیار بشن. تنها راه نجات شنیدن، گوش کردن، حمایت، پشت سر شاهزاده ایستادنه. کسانی که این همه داد میزدن هی خودشون رو بالا پایین مینداختن، عین اسمم رو آتیش میپریدن که چرا شاهزاده چیزی نمیگه، شاهزاده رضا پهلوی از این شفافتر نمیتونست دیگه صحبت بکنه. یا میفهمید یا نمیفهمید، یا میفهمید خودتون رو زدید به کوری و کری و نادونی و بیخردی، یا نه واقعا مشکل دارید. در هر صورت داستان، داستان نجات ایران و ایرانی از دست تازیانی هست که دشمن قسم خورده ما ایرانیان هستند و عقده و کینه‌ای دارن که خواسته باشن اونو در هر مقطعی اجراش بکنن. و امروز جمهوری اسلامی این بهترین شرایط رو براشون مهیا کرده، یک شرایط بسیار آرمانی برای عقده بیش از هزاران سالشون رو بیان باز بکنن. اینه که فقط و فقط قیام ملی، قیام ملی، قیام ملی، ارتش، سپاه، نیرو انتظامی، بسیج در شرایط مهیا که مردم تو خیابونها بایستن و بر نگردن تو خونهاشون، میان میشن سپر بلای مردم. اگر صحبت پایانی دارید جناب مهربانی، جناب قاسمی بفرمایید، در غیر این صورت تیتراژ پایانی رو من پخش میکنم. من فقط یه مطلبی رو بگم بعد از حضورتون مرخص میشم. فردا سه‌شنبه دوستان ما در تلویزیون پارس اسرائیل با همراه جناب کمالپور یه برنامه داریم، برنامه مهمه، فکر میکنم ساعت 5 یا 6 اروپا میشه، 5 فکر میکنم 5 6 اسرائیل، 7 اروپا، 7 اروپا. بله حتما این برنامه رو ببینید. و اون دوستانی هم که کات میکنن اون تیکه های صحبتایی که میبینید مهمه و باید شنیده بشه رو کات کنید، توی اینستاگرام جای دیگه پخش کنید. و همچون که جناب کمالپور گفتن، هشتگ تسخیر پایتخت، نه هشتگ تسخیر پایتخت، عمل به تصویر پایتخت، این تنها کاریه که میشه انجام داد. و اگه میخواد جمهوری اسلامی خفه بشه باید یقش رو گرفت، یقش توی پایتخته، توی تهرانه. هموطنان ما که توی سیل زندگیشون نابود شد، تنها جایی که میتونید برید تهران، کف خیابونها بشینید، دیگه چی کارتون میخوام بکنم. این خودش وقتی جمعیت جمع بشه اون میدان میلیونی تشکیل میشه. سپاسگزارم از شما جناب مهربانی، وقتتون خوش. من هم به نوبه خودم از شما عزیزان سپاسگزارم، همچنین با ما همراه بودن دادن. دوستان سپاسگزارم، برنامه رو پخش کنید، به اشتراک بگذارید، هر روز به اشتراک بگذارید که جلوی فریب و پروپاگاند جمهوری اشغالگر اسلامی که میخواد حشدالشعبی رو یک نیروی ایران دوست نشون بده بگیریم و وارد دام اینها نشیم. زندگی تلاش است و امید، امیدوار باشیم، دست در دست هم تلاش کنیم، بی تفاوت نباشیم. ارتش فدای ملت، ملت حامی ارتش، دست در دست هم رستاخیز بزرگ ایرانیان رو
شکل بدیم. برای همتون آرزوی پیروزی و بهروزی دارم. پاینده ایران و بدرود.